بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز محترم و دوست داشتنی شبکه نصر تیوی. از اینکه بار دیگر در خدمتون هستیم خداوند متعال شاکریم. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل صحبت کردیم درباره اینکه رسما حضرت موسی در تورات اشاره کرده به اینکه نور الهی از کوه سینا می‌درخشه، در کوه سایر برمی‌آید و در کوه جبل فاران به نهایت درخشانی خودش میرسه. باب 33 آیه 1 تا 3 و با هزاران انسان مقدس وارد آن مرحله میشه. این قسمت و این که عرض کردیم که فاران دقیقاً در تورات باب پیدایش آیه 21 اشاره به این شده که فاران همان بخشی است که حضرت اسماعیل در آنجا ساکن شد. و ما دقیقاً می‌دانیم حضرت محمد از اولاد اسماعیل است، یعنی اشاره کرده اون پیغمبر آخر که دیگه اونجا نور درخشان میشه و به نهایت نور میرسه و بعد از اون کسی دیگه نخواهد بود، در منطقه فاران است. نکته عجیب اینجاست که در ادامه میگه با کرورها مقدس، انسانهای مقدس، با هزاران انسان مقدس. نکته جالب اینه که این به طرز عجیبی با ماجرای فتح مکه شباهت داره. در جریان فتح مکه خوب ببینید شما هزاران نفر به همراه حضرت محمد وارد کوه، وارد سرزمین فاران شدن، یعنی اومدن مکه رو فتح کردن بدون خونریزی، بدون هیچ جنگی. مردم شهر مکه اونجا رو چیکار کردن؟ تسلیم کردن. حالا در ادامه بحثمون، این خلاصه بود از جلسه قبل، در ادامه بحثمون اینه که ببینیم خاخام‌ها چه پاسخی برای این مسئله دارند. پاسخی که خاخام‌ها به این مسئله میدن اینه، خوب دقت بفرمایید، میان دقیقا آیه رو برعکس ترجمه میکنن. شما ترتیب رو دقت بفرمایید. یک، اول در کوه سینا حضرت موسی، در کوه سایر حضرت عیسی و در کوه فاران حضرت محمد. اونها میان برعکس میگن، میگن اول فاران بعد عیسی بعد موسی. چرا این کار برعکس میکنن؟ میخوان ماجرا رو برعکس جلوه بدن. چه اتفاقی میفته اگه برعکس بشه؟ اونها میان میگن، میان خداوند اول وحی رو بر فاران به فرزندان اسماعیل داد، یعنی اول که فارانی که آخری میارن اول. خب همینجا اشتباه میکنن، حق ندارن همچین کارو بکنن، ترتیب آیه رو عوض بکنن. اینا حق ندارن همچین کارو بکنن، ترتیب زمانی که اشاره شده از موسی تا محمد است. حالا اینا برعکس کردن. گفتن چی؟ گفتن که خدمت شما عرض بکنم اول وحی بر فرزندان اسماعیل آمده، یعنی همین احتمالاً همه حضرت محمد و غیره، و اونها نپذیرفتند. بعدش بر فرزندان عیسی آمده، اونها نپذیرفتند. میدونید که یهودی اصلا حضرت عیسی رو اصلا قبول ندارن، اون رو گفتن عیسی، یعنی برادر حضرت یعقوب، و اونها نپذیرفتند. بعدش بر یهودیت آمد و یهودیت پذیرفت بر کوه سینا. اولا که نه، حق نداشتن برعکس بگن. دو، یک پارادوکس اینجا پیش میاد. یهودی ها که متاسفانه بسیار بسیار دچار نجات پرستی شدن، میگن وحی الهی بر هیچ انسان غیر یهودی نازل نمیشه، فقط بر ما نازل میشه. اینو مستقیم از کتابشون آوردن. از طرف دیگه اینجا ادعا میکنن که وحی اول بر فرزندان اسماعیل و فرزندان عیسی نازل شده، اونها مراقب نداشتن، بعد بر بنی اسرائیل نازل شده. ما سوال میپرسیم، مگر شما نمیگید اینها مراقب ندارن؟ چرا برشون وحی شده؟ وقتی به یک همچین پارادوکس دوچار شدن، اومدن یک مقدار ماجرا عوض کردن. گفتن نه، خدا بر اینها وحی نکرد، بلکه به فرشته نماینده اینها وحی کرد. فرشته نماینده اینها کیه؟ میان فرشته نماینده فرزندان اسماعیل و فرزندان عیسی گابریل و جبرئیل، و فرشته که نماینده یهودیانه میکائیل. نکته چی شد؟ جبرئیل وحی رو قبول نکرد. وقتی خدا به میکائیل گفت، میکائیل انتقام داد به بنی اسرائیل. پس توی همچین شرایطی فرزندان اسماعیل و عیسی چگونه میکردن که فرشته وحی رو پس داده؟ سوال جالبتری پیش میاد اینجا، اینکه شما با چه حدی فرشته الهی رو گناهکار حساب میکنید و فکر میکنید فرشته میتونه در مقابل خدا بایسته؟ هر دوز اینطور نیست. نکته بسیار بسیار جالب اینه که خدا در قرآن در آیه اشاره کرده به این که یهودیان دشمن جبرئیل هستند. خیلی عجیبه. این آیه با این ماجرا به طرز عجیب همخوانی دارد. خداوند در قرآن می‌فرماید که یهودیان دشمن جبرئیل هستند و فقط میکائیل رو قبول میکنند، در حالی که وحیی که بر حضرت موسی آمده توسط جبرئیل بوده. هیچ فرق نمی‌کنه. این نکته اینجا باید مد نظر شما
قرار بگیره. میخوام یک تکه پنج خطی از یک خاخام یهودی که مسلمان و شیعه شده براتون بخونم. حاج بابا قزوینی هلوش شاید دهه ها قبل تر از ما زندگی میکرده. ایشون بعد از اینکه استدلال خاخام ها رو در جواب به این مسئله میبینه اینطور جواب میده: سبحان الله، عناد و لجاج و تعصب و محبت به مذهب آبا و اجداد و حب به ریاست دنیا شخص را به چه مهلکه‌ای می اندازد و کار را به چه جاها می رساند و عاقل را به چه نحو کر و کور می سازد که امور بدیهی را نفهمد و به این پریشانی سخن بگوید که مستلزم تقبیح خدا، که چرا خدا اون وحی به یه فرشته داد به یه فرشته دیگه نداد، رسول او پیامبرش و ملائکه باشد. این که جبرئیل وحی خدا رو پس زده، میکائیل پس نزده، جبرئیل رو بی خود بیام یه گناهکار معرفی کنیم. و تازه اگر هم قبول بکنیم جبرئیل گناه کرده، مسلمانان فرزندان حضرت اسماعیل و فرزندان عیسو اینها چه گناهی کرده بودند که جبرئیل اونا رو نپذیرفت؟ و معذالک اظهار نمایا که توقع اجر از خدا هم دارم، نعوذ بالله من ذالک. او از این خاخام یهودی شیعه شده پناه میبره به خدا از شر این انسانهای متعصب و نادان. و ما هرچه در این رساله التزام کردیم که نسبت به هیچ کس پا از جاده ادب بیرون نگذاشته، مباحثه و مجادله علمی را به مفاحشه و مراع تبدیل نکنیم، نهایت در این مقام قلم تیز رو اندکی سرکشی نموده چند گامی انان گسیخته حرکت کرد. استغفر الله من طغیان القلم. خب این یک نکته دیگری بود که به ما اشاره میکرد. آیه دیگری که من میخوام برای شما اشاره بکنم و ببینید نام مبارک پیامبر رسماً آمده و اشاره شده به وجود مقدس او در تورات و عهد قدیم، کتاب حضرت داوود است، مزامیر داوود 84 باب 84 آیه 3 تا 6: خوشا به حال آنانی که در خانه نو ساکنند، در خانه جدید ساکن هستند، که تو را دائما تسبیح می کنند و خدا را تسبیح می کنند، سبحان الله می گویند. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در توست، خوش به حال آن مردمی که قوت ایشان در توست. نکته که اینجا وجود داره کلمه است به نام صلاح. صلاح یعنی حضرت داوود اینطور گفته که تو را دائما تسبیح می خوانند صلاح و در خانه نو ساکنند. خیلی عجیبه این بحث که این صلاح چیه. در ترجمه ها صلاح رو همونطور به انگلیسی صلاح نوشتند، یعنی در ترجمه عبری به انگلیسی نوشتن صلاح و در ترجمهش عملا این کلمه رو حذف کردن، یک جاهایی به جای صلاح کلمه سلاح گذاشتن به معنی اسلحه، نرم افزار، جنگ افزار که هیچ ربطی نداره. اما این کلمه بسیار به صلات یعنی نماز، یعنی افرادی رو میگه که در حال خواندن نماز به سوی خانه جدیدند. خوبه بدونید ما آیه در قرآن داریم که خدا میگه ما به پیامبر گفتیم اول به سمت بیت المقدس نماز بخون، بعد از اون برگرد و به سمت مکه نماز بخون، و این رو آیه ای قرار دادیم برای اهل کتاب که بدانند این همان پیامبر است. چرا که ما در این آیه رسما میبینیم که خدا بهشون گفته بوده که اون پیغمبر آخرالزمانی که میآید به سمت خانه جدید نماز خواهد خواند. و خیلی وهابی ها متاسفانه دست گذاشتن برای اینکه این مسجد رو، مسجد ذو قبلتین، صاحب دو قبله رو خراب بکنن که این اثر پیامبر الهی از بین بره. خوش به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دلهای ایشان است، چون از وادی بکا، این عبارت عبری بکا، عبور میکنن آن را چشمه میسازن. نکته بسیار جالب، همه میدونیم نام دیگر مکه بکا است، اما اگر اجازه بدید برای شما چند آیه از قرآن بخونم. فقط نام بکا رو در ذهن مبارکت خودتون نگه دارید. سوره سوم آیه 93 مد نظر بنده است. سوره سوم، سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين. قسمت آخر آیه رو معنی میکنم که اگر راست میگویید تورات را بیاورید و بخوانید تا معلوم شود این نسبت هایی که به پیامبران پیشین میدهید حتی در تورات تحریف شده شما هم نیست. یعنی پیامبر محمد با اینها مهاجه کرد، گفت اگر راست میگه توراتتون رو بیارید تا بهتون نشون بدم
این مطالبی در مورد پیامبران هست اونجا، یعنی میخواست خودش رو در تورات نشون بده. قل صدق الله فاتبعوه ملت ابراهیم حنیفا ما کان من المشرکین، بگو خدا راست گفته و اینها در آیین پاک ابراهیم نبوده است، یعنی این تهمتایی که شما به پیامبران میزنید، بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود. میدونید در تورات که اشارات و توهین‌های بسیار به پیامبران الهی شده، مثلا گفته ابراهیم با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرده، گفته حضرت داوود که پیامبر الهی است در قرآن با یک زن شوهردار زنا کرده و شوهر اون زن رو کشته و امثال هم، این که حضرت سلیمان بت پرست بوده و غیره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه و هدى للعالمین، نخستین خانه ای که برای مردم و نیایش خداوند بنا نهاده شد همان است که در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. میبینید این لفظ بکه که در تورات بود، در کتاب مزامیر حضرت داوود بود، عیناً در قرآن هم هست. آیات بعدی خوب بدونید، در آیات بعدی خداوند به یهودیان میگه چرا حق رو نمیبینید؟ مگر من در این قرآن برای شما حق رو نیاوردم؟ مگر قبلا در کتاب حضرت داوود این اشاره رو به شما نکرده بودم؟ میبینیم رسما اشاره به این شده که نمازی است به سمت خانه نو خوانده میشه و اون سرزمین وادی بکاس و هنگامی که مردم از آن وارد آنجا میشوند دلهای ایشان شاد میشه و در حضور خداوند قوت میگیرند. خب این وعده رو شما که بگذارید کنار وقایع اسلام، ببینید آیا مصداق دیگری اصلا میتونید پیدا بکنید؟ به هیچ وجه من الوجود نمیتوانید پیدا بکنید. خب اگر اجازه بدید بحث در مورد کتاب اشعیای نبی پیامبر اشعیا که در مورد او هم صحبت خواهیم کرد، آیا به حضرت محمد اشاره داشته یا نه، رو به جلسه بعد موکول بکنیم. فعلا شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.